ویروس سرماخوردگی و اینجور چیزها دقیقا همین علائم رو به بار میاره که شما یکم تب میکنید بیحال میشید گلو درد دارید ولی ببینیم ویروس کرونا چه شکلی عمل میکنه این ویروس ابتدا گلو رو آلوده میکنه و سه چهار روز طول میکشه عین سرماخوردگی اینجاش سپس از طریق مایع بینی وارد نای و سپس ریه ها شده و باعث ذات و میشود این هم پنج تا شیش روز طول میکشه زاتوریه با تب بالا و مشکل در تنفس همراه است که در واقع یعنی میگه که اگر این دوتا رو دارید دیگه کم کمک باید یه کمی بیشتر احتیاط کنید و توی خونه بمونید ببینید یعنی میگه که اگر شما بینیتون گرفته مثل قبل نیست یه جورایی خیلی عمیق هست و شما احساس میکنید که دارید واقعا غرق میشید حتما هر کسی تصورش رو داره که زیر آب که اصلا نمیتونی تنفس بکشی با اون فشار آبی که روی صورتت هست متفاوت هست تا بالای آب و میگه که این میتونید این دوتا رو از همدیگه تشخیص بدید اگر به این حالت بینیتون گرفت که واقعا احساس کنید دارین غرق میشین بله این ویروس کرونا میتونه باشه خب پس اینجام دقیقا گفته که اگر آبیزش بینی و خلط دارید احتمالا فقط سرما خوردید چرا؟ چون زاتوریه ی کرونا باعث میشه شما سرفه خشک و بدون آبریزش بینی داشته باشید پس آبریزش بینی خودش نشون دهنده اینه که اوکی من حالم خوبه چون اگه یادتون باشه چند لحظه پیش گفتیم گفتیم وارد ریه و نای میشه از طریق آبریزش بینی و اینجا دیگه آبریزش بینی رو قطع میکنه در واقع نکته مهم این ویروس در برابر دمای 26 27 درجه سانتیگراد کشته خواهد شد توی ویدیو دیشب گفتیم با دمای 60 درجه بشورید درسته اونم منبع موثق بود دلیل علمی شو هم من نمیتونم دقیقا براتون توضیح بدم ولی بیاین یه کمی کل شرقی نکنیم این چیزی که اینا گفتن رو عمل کنیم خیلی دنبال ایراد نباشیم چون خیلی کامنت های ایرادی از من میذارن که حالا برام بیاهمیته خب اگر کسی عدسه میکنه محیط اطرافش رو آلوده میکنه به خاطر همین هست که تاکید دارن توی دستمال ادسه کنید و توی دستتون عدسه کنید توی سائلتون عدسه کنید تا محیط رو آلوده نکنید و همینطور روی سطوح فلزی تا دوازده ساعت میتونه زنده بمونه پس لطفا توی پاساژ توی سرکارتون توی ایستگاه اتوبوس قطار ترجیحاً این سطوح فلزی رو لمس نکنید من خودم دستکش دارم دستکش هم, توی توی راهرو خونم قبل از اینکه وارد بشم در میارم میذارم بیرون دستکش چرمیه بخوام برم بیرون دستکشمو میکنم دستم میرم بیرون تمام زندگی ما انجام میدم برمیگردم دستکشو میکنم از دستم در میارم میذارم دم در بعد وارد خونه میشم با این وجود دستم هم میشورم کرونا ویروسی است که 6 تا 12 ساعت روی پارچه هم میتونه زنده بمونه 6 تا 12 ساعت و با مواد شوینده معمولی با 60 درجه سانتیگراد بشویید و خیال خودتون و بچه هاتون راحت کنید خب نکته مهمی که همه دارن میگن لطفا تا اونجایی که میتونید آب گرم بنوشید چای بنوشید چای نعنا چای بابونه چای زعفران سوپ این چیزها رو سعی کنید گرم بنوشید دوستان داغ نه داغ باعث می شما سرطان زبان بگیرید سرطان ریه بگیرید سرطان معده بگیرید داغ اونجوری فکر نکنید بنوشم که تمام ویروس ها رو بکشم بره ویروس که توی لوله ی حلق ما نیستش که و خودش باعث میشه هزار تا مریضی جدید بگیرید با این کار گرم به معنا اینکه دهان نسوزه ولی گرم بودنش رو احساس کنید اون گرم میشه و در نهایت هم گفته که مرتبا دست خودتون رو بشویید و چشمتون و بینیتون اینجور چیزها نزدیک نکنید پس گفته که تا اونجایی که میتونید آب بنوشید چون آب باعث میشه که اون مخاط شما لوله های گلو و فلان چنان همیشه مرتوب بمونن اگر ویروسی هست دف بشن بر تو مده بر توی روده و دف بشه و اینجور ن...